سلام، من کیمیا خسروی هستم و اینجا استودیو سیبپه. توی این ویدیو 10 اشتباه رایج کاربران آیفون رو با هم میبینیم. با من همراه باشین. از آخرین باری که آیفونتون رو ریستارت کردین چقدر میگذره؟ ریستارت کردن آیفون باعث خالی شدن حافظه رم گوشی میشه و در نتیجه طول عمر باتری و عملکرد کلی گوشی در مجموع بهبود پیدا میکنه. پس حداقل در طول هفته یک یا دو مرتبه آیفونتون رو ریستارت کنید. روشن نگه داشتن دائمی ایردراپ میتونه عمر باتری آیفون شما رو به سرعت پایین بیاره و علاوه بر اون امکان ارسال نرم افزارهای مخرب به گوشی شما رو امکان پذیر میکنه. پس بهتره هر وقت که نیازی به ایردراپ ندارین اون رو خاموش کنین. اگه از قسمت سیتینگز وارد بخش آیکلود بشین میتونین لیست اپهایی که از آیکلود استفاده میکنن رو مشاهده کنین. بهتره که اپهای زیادی رو توی این لیست نگه ندارین، چون که سینک شدن اپهای زیاد با آیکلود میتونه هم حجم زیادی از استوریج آیکلود شما رو اشغال کنه و هم اینترنت زیادی رو مصرف کنه و طبیعتاً بسته اینترنت شما هم زودتر تموم بشه. یکی از اشتباهات رایج کاربران آیفون اینه که اپهای نصب شده روی گوشی رو حذف نمی‌کنن. حتما می‌دونین که تمام اپلیکیشن‌هایی که روی گوشی نصب میشن علاوه بر حجم خود برنامه، فضایی رو هم برای کش اون برنامه اشغال می‌کنن و در طول زمان رفته رفته به این حجم کش اضافه میشه و مثلا برنامه‌ای که خود اون 200 مگابایت حجم داره میتونه بعد از چند ماه 2 الی 3 گیگ از حافظه گوشی رو اشغال کنه. بهترین راه برای جلوگیری از این اتفاق اینه که وارد سیتینگز بشیم، از قسمت جنرال آیفون استوریج رو انتخاب کنیم، اپلیکیشن هایی که حجم زیادی اشغال کردن رو حذف و مجددا نصبشون کنیم تا فضای اضافی از گوشی ما رو اشغال نکنه. یکی از عواملی که باعث میشه گوشی ما کندتر شارژ بشه و در طول زمان به باتریمون آسیب بزنه تمیز نکردن پورت شارژ گوشیه. اغلب ما گوشیمون رو داخل جیب، کیف دستی و یا کوله میذاریم و به مرور گرد و غبار زیادی اطراف و داخل این پورت جمع میشه. پس بهتره هر چند وقت یک بار پورت شارژ رو خیلی با احتیاط تمیز کنیم. اگر سه گزینه Find My iPhone، Find My Network و Send Last Location رو فعال نکردین، هر چه زودتر باید این کار رو بکنین. این سه تا گزینه در مواقعی که آیفون شما گم بشه و یا خدای نکرده دزدیده بشه، بیشترین کمک رو میتونه به شما بکنه که گوشیتون رو پیدا کنین و یا حداقل از اطلاعاتتون حفاظت کنین. برای این کار وارد سیتینگز بشین، روی تصویر پروفایلتون بزنین و از بخش فایند مای گزینه فایند مای آیفون رو انتخاب کنین و هر سه گزینه موجود رو فعال کنین. یکی از اقداماتی که برای حفاظت از گوشی و اطلاعاتتون لازمه که انجام بدین تنظیمات امنیتی لاک اسکرینه. اگه از قسمت سیتینگز وارد فیس آیدی اند پسکود بشین، در قسمت پایین صفحه لیستی از امکانات مختلف آیفون که توی حالت قفل بودن گوشی بهشون دسترسی دارین رو مشاهده میکنین و میتونین هر کدوم از مواردی که نمیخواین هر کسی بهشون دسترسی داشته باشه رو فعال کنین تا فقط در صورت باز شدن قفل گوشی قابل استفاده باشن. یکی از قابلیتهایی که دوربین آیفون داره و باید اون رو از داخل تنظیمات فعال کنین گزینه گریده. این گزینه قاب تصویر شما رو کادر بندی میکنه تا خیلی راحت بتونید از تکنیک‌های عکاسی مثل قانون 1/3 یا پیدا کردن نقطه مرکز تصویر استفاده کنید. برای فعال کردن این گزینه از قسمت سیتینگز وارد کامرا بشین و گزینه گرید رو فعال کنید. یکی دیگه از مهمترین مواردی که کاربران آیفون باید حواسشون باشه آپدیت بودن iOS دستگاهه. توصیه ما اینه که حتما گزینه آپدیت خودکار رو فعال کنید. برای این کار از قسمت سیتینگز وارد جنرال بشین و سافتور آپدیت رو انتخاب کنید و گزینه اتوماتیک آپدیت رو آن کنید. علاوه بر مواردی که گفته شد، در آخر به شما پیشنهاد میکنیم که از سیبپ هم استفاده کنید. همونطور که میدونین سیبپ بزرگترین اپستور ایرانیه که میتونین تمام برنامه های کاربردی ایرانی و اپلیکیشن های دلاری اپستور به ارزش 50,000 دلار رو روی گوشیتون دانلود و ازشون استفاده کنید. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. توی کامنت ها بهمون بگین که شما کدوم یکی از این موارد رو رعایت نمی کردین.